Okay, hello everybody. First of all, I would like to warmly thank Dr. Kuzegeri and her colleagues for organizing such an interesting online seminar and inviting us to present results of our researchers on the distribution of Bacteria-Margiana Archaeological Complex in Iran. As Dr. Kuzegeri kindly told you, I will speak in Persian. Of course, at the end, a brief translation will be given by herself. Every question, both in Persian and English, are welcome. Okay, let's go to the presentation. خب موضوع این بحث همونطوری که از عنوانش مشخص است در مورد پراکندگی نوع مواد فرهنگی و تفسیرهای مرتبط به پدیده فرهنگی معروف به تمدن جیهون یا اکسوس سیویلایزیشن یا به قول همکاران روسیمون مجموعه باستانشناسی بلخی و مروی یا باکتریا مارجیانا آرکیولوژیکال کامپلکس در شرق ایران در مناطق وسیع از خراسان و سیستان خواهد بود. این داده ها حاصل چندین سال بررسی و کاوش در این منطقه است که توسط یک تیم مشترک ایتالیایی و ایرانی به سرپرستی آقای دکتر بیشونه و من از سال 2011 از سال 1390 با تفاهمی که بین پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و سنرس روم انجام شد در حال انجام هست و در واقع هنوز تمام نشده ادامه داره این بررسی ها. خوشحالیم که اینجا یک فرصتی فراهم شده برای ما که بتونیم با مرور موادی که مربوط به این تمدن هست از قبل میشناسیم و داده هایی که اخیراً در کاوش های باستان شناسی پیدا کردیم بتونیم که یه پیشنهاداتی رو در زمینه توسعه سرزمینی این فرهنگ باستان شناسی در شرق ایران ارائه بکنیم. خب یکی از جنبه های جالب این مجموعه باستانشناسی پراکندگی وسیع مواد فرهنگی شاخص اون در بخشای وسیع از آسیای مرکزی و جنوب غربیه. مواد فرهنگی در واقع شاخص تمدن جیهون کاملا شناخته شدن. یک سری از سنگ وزنه ها، ستونچه های سنگی، پیکرک های ترکیبی بیشتر زنانه با لباس پشمینی از نوع رایج در بویژه در سومر که به نام کناکس مشهور هست، انواع ظروف منقوش از طلا و نقره و ظروف شاخص، همینطور مهرهایی که بهشون مهرهای مشبک فلزی گفته میشه. تصویر اینا رو در قسمت بالا سمت چپ میتونید ببینید. اینها مشهورترین جلوه مادی این تمدن باستان شناسی که 500 سال در پایان هزاره سوم و اوایل هزاره دوم در مناطق وسیع از آسیای مرکزی و شرق ایران و حتی تا سواحل خلیج فارس پراکنده است و ما در این مطالعه قصد داریم ببینیم که الگوی توزیع این مواد به چه ترتیبه و با چه مدل هایی این فرهنگ توسعه پیدا کرده در این مناطق از شرق ایران. خب برای اینکه بهتر بتونیم در واقع موضوع رو درک بکنیم من باید یه توضیح بدم در مورد مناطقی که مناطق مختلف یا الگوهای مختلفی که این فرهنگ در واقع در اونها پراکنده شده. ما به طور کلی 4 منطقه مختلف تشخیص میدیم که پیش از اینکه به معرفی این 4 منطقه مختلف فرهنگی بپردازم باید ذکر بکنم که به دلایلی که ما در ادامه توضیح میدیم ما ترجیح میدیم این مجموعه باستانشناسی رو و این تمدن رو به جای تمدن جیهون یا مجموعه باستانشناسی بلخی و مروی به نام تمدن خراسان بزرگ معرفی بکنیم یا Greater Khorasan Civilization. در مورد این توضیح خواهم داد. به نظر بیشتر باستانشناسا باید ریشه این تمدن رو در فرهنگ نمازگاه جستجو بکنیم. بنابراین منطقه‌ای که تحت نفوذ فرهنگ نمازگاه بوده از دوره نمازگاه 1 تا نمازگاه 4 یعنی از دوره کلکولوتیک قدیم تا عصر مفرای قدیم رو ما بهش منطقه شکل‌گیری یا فورمیتیو ایریا نام میدیم. همونطور که روی نقشه هم دیده میشه این منطقه منطقه شکل‌گیری بخشی بزرگی از شمال شرق ایران رو در بر میگیره که شامل دره اترک شرقی
شامل کشفرود، دشت درگز در شمال کوپداغ و در واقع منطقه تربت جام، همینطور در قسمت جنوب رشته‌کوه آلاداغ بینالود بخش غربی دشت نیشابور و منطقه سبزواره، به علاوه مناطق کوهپایه‌ای شمال کوپداغ که در امتداد کوههای کوپداغ در سایت های مثل نمازگاه و آلتین تپه و سایت های دیگه مواد فرهنگی این دوره شناسایی شده که ما این منطقه رو به عنوان منطقه شکل‌گیری میشناسیم. در گمان زنهایی که در ایران در تپه مخار در نزدیکی تربت جام در شرق جنوب شرق مشهد انجام شده، ما مواد مربوط به تمدن جیهون رو یا BMAC رو پیدا میکنیم به همراه مواد دوره نمازگاه 4 و احتمالاً نمازگاه 3، ولی به موازات اون در سمت غرب در اطراف بردسکن در تپه چوپان و تپه نای در اطراف کاشمر و بردسکن مواد فرهنگی BMAC پیدا میشه، ولی در هیچ کدوم از اونها نشانی از فرهنگ نمازگاه نیست و بنابراین ما فکر میکنیم که مرز جنوبی منطقه شکلگیری رو باید تقریبا به موازات تربت جام، مشهد، نیشابور سبزوار در واقع ترسیم کرد، چون در جنوب اون منطقه آثاری از فرهنگ قدیمی تر از BMAC وجود نداره در حال حاضر و ما این منطقه رو در واقع بنابراین خارج از منطقه شکل‌گیری تصور میکنیم. همینجوری که دیده میشه منطقه شکل‌گیری در ایران گسترش از آسیای مرکزی بزرگتر هست. اینا بعضی از مواد فرهنگی است که در واقع سفالای شاخص BMAC هست که ما از تپه چوپان پیدا کردیم، همراه با سفالای محلی پیدا میشن، ولی سفال قدیمی تر از نمازگاه 6 در اونجا پیدا نشد. خب مواد فرهنگی نوع BMAC نه فقط در منطقه شکل‌گیری بلکه در منطقه بسیار بزرگتری از اون تا منطقه شمال باختر و حتی در مارجیانا در ولایت ماری پیدا میشه و گسترش بسیار وسیع‌تر از منطقه شکل‌گیریه. در این منطقه بسیار گسترده هر جایی که پیش از رواج فرهنگ BMAC در واقع سکونتی وجود نداشته و اولین بار اولین نشانه های سکونت در واقع مربوط به BMAC هست و یا جاهایی که احیانا درش آثار یک مرحله قدیمی تر از BMAC وجود داره رو ما منطقه مرکزی معرفی میکنیم. در ایران ظاهرا منطقه مرکزی تقریبا همپوشان هست با منطقه شکلگیری، ولی در آسیای مرکزی همینجور که دیده میشه بسیار دورتر از کوهپایه‌های کوپداغ در واحه مرو و در باختر محوطه‌های زیادی مثل دشلی و گنور هستند که معمولا هیچ آثار سکونتی پیش از این دوره یعنی پیش از اواخر هزاره سوم ندارن و اولین بار در این دوره مسکونی میشن. در سالهای اخیر در خارج از منطقه مرکزی یک سری سایت هایی پیدا شده که ما در اونها فرهنگ بلخی و مروی رو میبینیم که جایگزین تمدن ها یا فرهنگ های قبلی شده. ما این منطقه رو منطقه توسعه میدونیم، یعنی جاهایی که فرهنگ بلخی و مروی جای فرهنگ ها یا تمدن های قبلی خودش رو گرفته و اونها رو از میدون بدر کرده، ما اون منطقه رو منطقه توسعه یا اکسپنشن اریا اسم گذاری کردیم. در ایران در شرق منطقه در غرب منطقه مرکزی و همچنین در جنوب منطقه مرکزی تعداد زیادی از سایت ها هستن که ما در ادامه در موردشون صحبت میکنم،
و اینها در حوزه منطقه توسعه یا اکسپنژن ایریا قرار می گیرن. مرز این منطقه هنوز خیلی مشخص نیست، به دلیل اینکه بررسی های ما هنوز در خراسان ادامه داره و ممکنه که در آینده این مرزبندی این دوره این منطقه تغییر پیدا بکنه. ولی چیزی که مشخصه این هستش که بخشی از این توسعه و این اکسپنژن به سمت غرب، به سمت منطقه بوجنورد در دره اترک میانی و یه بخشای دیگه ای به سمت در واقع حوزه رود کالشور در اطراف اسفراین و جاجرم اتفاق افتاده و یه بخش بزرگتری هم به سمت جنوب خراسان و اطراف بیرجند و تا منطقه سیستان ایران و افغانستان این توسعه ادامه پیدا کرده. همینطور در مناطق وسیعی که تحت پوشش فرهنگای دیگه بوده هم آثار بلخی و مروی پیدا میشه. این آثار گاهی اوقات همراه و در کنار مواد فرهنگ محلی است و گاهی هم به صورت تکیافته های مجزا که بیشتر شامل کالاهای شعنزا هستند و به صورت مجزا از مواد محلی پیدا میشن. این محدوده بسیار بزرگ که اغلب مواد فرهنگی نوع BMAC به صورت مجزا و اغلب به صورت کالاهای شعنزا پیدا میشن رو ما منطقه نفوذ اسم گذاری کردیم یا اینفلوئنس ایریا. توی این منطقه سایت های شناخته شده ای مثل شورتگای در شرق هستن، سایت های مثل شورتگای یا مهرگر، نوشارو، سیبری در قسمت جنوب شرق منطقه مرکزی. در این قسمت ها تمدن جیهون یا مواد فرهنگی نوع بلخی و مروی حضور بسیار پررنگی دارن. همینطور در ایران این منطقه شامل معبدهای معروفی مثل شهداد، تپه یحیی، خوراب، خنامان و در شمال تپه حصار و تورنگ تپه هستش که در بیشتر اینها مواد فرهنگی نوع بلخی و مروی به صورت تکیافته های کالاهای شعنزاس، اغلب به شکل ستونک های سنگی، به شکل سنگ وزنه ها و اشیاء مشابهش. بیشترین همسانی که در ایران بین مواد فرهنگی نوع بلخی و مروی و مواد فرهنگی که در ایران پیدا میشه در استانهای خراسانه. در سه تا استان خراسان، ما بیشتر در خراسان شمالی و در خراسان رضوی مواد فرهنگی نوع بلخی و مروی رو نه فقط در دره اترک شرقی و در کشفرود، بلکه در همینطور در دره در دشت درگز پیش از اینا میشناسیم، در شمال آلاداغ بینالود و در جنوب آلاداغ بینالود هم همچنین در دشت‌های نیشابور و سبزوار تعداد زیادی سایت‌های مربوط به فرهنگ بلخی و مروی در سال‌های گذشته پیدا شده. و من در اینجا در این اسلاید سایت‌های مربوط به منطقه شکل‌گیری و منطقه مرکزی رو از جنوب به شمال معرفی می‌کنم. تپه اتکا هست که ما مواد فرهنگی این دوره رو از جمله سفال، ظروف سنگی، مهر و همه مواد فرهنگی دیگه شاخص تمدن خراسان بزرگ رو درش پیدا میکنیم. همین جور که در اسلاید دیده میشه این یک استقرار هست، یک گورستان نیست و آثار معماری این دوره به وضوح در گودال هایی که در اینجا ایجاد شده در اثر خاک برداری وسیع قابل مشاهده است. در همینجا در منطقه سبزوار، تپه دامغانی و تپه فریزی هر دو بررسی و کاوش شده و مواد فرهنگی تمدن جیهون درش پیدا شده. قد غرب شرقتر در دشت نیشابور هم در محوطه نیشابور پی یا کلاتشوری در شهرک فیروزه که چندین سال کاوش کردن آقای دکتر باصفا آثار شاخص تمدن بزرگ پیدا میشه. همینطور در دشت توس در مشهد، در اطراف مشهد در چندین سایت هم استقرار و هم آثار گورهای مربوط به تمدن جیهون پیدا شده، به ویژه در تپه نادری
تپه قاسم آباد، تپه توپ درخت که همگی در سالهای اخیر پیدا شدن. اینها علاوه بر سایت های کاملا شناخته شده این که ما از قبل در دره رود اترک شرقی میشناسیم، سایت هایی مثل تپه یام یا یاریم تپه در دره گز که در سالهای اخیر هم باز بیشتر بررسی شدن، و این مهری که در قسمت راست دیده میشه و کاملا شاخص یک مهر از نوع مشبک فلزی مربوط به فرنگ بلخی و مرویس در اطراف تپه یام پیدا شده که پیشتر هم مواد فرنگی این دوره درش پیدا شده بود. در استان خراسان شمالی، یعنی مناطق بلافصل حدود غربی منطقه مرکزی، توسعه فرهنگ بلخی و مروی، بخشی از اطراف بجنورد و حوزه رود کالشور شماری از دشت جاجرم تا امیرآباد در ایستگاه راهن جاجرم و تا حوالی اسفراین رو در بر میگیره. در این دو تا منطقه فرهنگای قدیمی تر نوع حصار و گرگان، در واقع نوع حصار و دشت گرگان، فرهنگایی که سفال منقوش داره و سفال خاکستری داره، با اومدن تمدن خراسان بزرگ جای خودشون رو به این دادن و چندین گورستان و محوطه مسکونی شاخص مربوط به فرهنگ بلخی و مروی در این مناطق شناسایی شده. ما اخیراً کاوشایی رو در تپه چلا داشتیم که یک گورستان بسیار بزرگ از نوع فرهنگ بلخی و مروی در اونجا پیدا شده. در اینجا بعضی از قسمت بالا سمت چپ تصاویر بعضی از اشیاء شاخص مربوط به این دوره رو نشون میدیم. همینطور قدر جنوبتر در دشت جاجم در محوطه رفته آثار این دوره پیدا شده. در اطراف ایستگاه راهن جاجم در کوریدور جوین چندین محوطه هم استقراری و هم مسکونی مربوط به فرهنگ بلخی و مروی پیدا شده که شاید از همه شاخص‌تر تپه ریک باشه در اطراف ایستگاه راهن جاجرم، همینجور که در تصویر پایین سمت چپ دیده میشه. این استقرار یک قلعه است، یک استقرار بارودار هست، کاملا مشابه قلعه هایی که در گنور، تقلوق و سایت های دیگه واهای مرو و برخ پیدا شده که نشون میده سازمان اقتصادی و اجتماعی فرهنگ بلخی و مروی در این بخش های خراسان حداقل با واهای بلخ و مرو بسیار مشابه بوده و احتمالاً مبتنی بر زمینداری و در واقع نظام احتمالاً تدافعی مشابهی است که منجر به شکل گیری این ساختارهای تدافعی قلعه مانند شده. خب در اینجا علاوه بر این در شفی آباد و تپه کلات عرب، هر دو در حاشیه رود کالشور، آثاری از فرهنگ بلخی و مروی پیدا شده که تصاویر مواد سطحیش رو در اینجا نشون دادیم. همینطور در دشت بجرد پیشتر از این در تپه عشق و به تازگی در چند ماه گذشته در تپه یاور هم گورهای مربوط به فرهنگ بلخی و مروی پیدا شد که نمونه تصاویر سفالای شاخص این دوره رو در این تصویر نشون دادم. یک کمی پیشتر به سمت جنوب اگر حرکت بکنیم، در واقع در جنوب خط فرضی سبزوار، نیشابور و مشهد داده ها خیلی کم هست. در اینجا تا الان فقط تپه مخار کاوش شده و بررسی در تپه چوپان انجام شده. کاوشایی که در تپه مخار انجام شده توسط همکارانمون در خراسان رضوی نشون داده که در تپه مخار علاوه بر مواد فرهنگی شاخص فرهنگ بلخی و مروی، مواد مربوط به دوره نمازگاه چهار و احتمالاً سه وجود داره و بنابراین ما تپه مخار رو در منطقه شکل‌گیری قرار دادیم. ولی در تپه چوپان هیچ آثاری از دوره‌های قبل از فرهنگ بلخی و مروی نیست. سفالایی که
مربوط به قبل از این دوره هست، یعنی مربوط اوایل هزاره سوم و یا حتی هزاره چهارم، سفاله دوره کلکولوتیک در تپه چوپان یک سری سفاله کاملا محلی است و سفاله دیگه که برای ما ناشناس هستند، احتمالا بومی این مناطق از خراسانن. بنابراین ما هنوز نمیدونیم گورهایی که احتمالا در تپه چوپان وجود داره و به شکل در واقع انباشتهایی از سفالهای مربوط به فرهنگ بلخی و مروی در بین سفالهای بومی پیدا میشه، احتمالا همزمان با فرهنگ محلی اینجا شکوفا بود، یا اینکه بعد از متروک شدن فرهنگ‌های بومی در اینجا آمده و جایگزین شده فرهنگ بلخی و مروی. به همین دلیل ما تپه چوپان رو در محدوده منطقه مرکزی قرار ندادیم و در محدوده منطقه نفوذ هم نیست، چون ما تعریفمون از منطقه نفوذ با این متفاوته. فعلا برای ما این منطقه یک و این نقطه در واقع جزء نمونه های ناشناس هست. ما فقط می‌دونیم در اینجا فرهنگ بلخی و مروی حضور داره، ولی اینکه با چه الگویی به اینجا اومده و جزء مناطقی است که همزمان با فرهنگ محلی رشد و نمو کرده یا بعد از ترک شدن اون اومده، فقط بعد از کاوش‌های باستان شناسی میشه به این نتیجه رسید. اما به سمت جنوبتر اگه بیایم، در حوالی فردوس در خراسان جنوبی چندین محوطه پیدا شده. در اینجا شاخص‌ترین آثار از تپه گوند پیدا شده که احتمالاً یک گورستان مربوط به فرهنگ بلخی و مروی است. تصاویر بعضی از موادی هستند که از محوطه‌های مربوط به فرهنگ بلخی و مروی در جنوب خراسان پیدا شدن، از جمله یک پیکرک ترکیبی از نوعی که اشاره کردم، معروف هست به شهبانوی باختری، کاملا شبیه نمونه ای است که پیشتر از اینها در سالهای قبل از اطراف نیشابور پیدا شد. این دومین نمونه ای است که در ایران پیدا میشه از این نوع پیکرک ها از یک سایت باستان شناسی. در اینجا کاوش هایی که آقای فرجامی همکارمون در خراسان جنوبی انجام داد، منجر به کشف گورهای آشفته ای شد که مواد فرهنگی شاخص فرهنگ بلخی و مروی درش پیدا شد، ولی متاسفانه به قدر این سایت پیش از کاوش آشفته شده که موفق به شناسایی بافت‌های دست نخورده از این دوره نشدیم. تصاویری که در تصویر سفال، دستبند مفرقی و این سنجاق‌های مفرقی و پیکره که دیده میشم از همین سایت، وجود اینها نشون میده که احتمالاً در اینجا هم مثل تپه چلو سنت های تدفین به این ترتیب بود که همیشه در قبرها مردا و زنا احتمالاً آرایه هایی داشتن که همیشه در دستشون علنگوهای مفرقی هستش و یه آدابیه که در واقع در تپه چلو جزئیات بررسی شده، ولی خب در اینجا باید منتظر کاوش های بیشتر بود که ببینیم بازسازی دقیق تری از شرایط تدفین و بافتای تدفینی در اینجا داشته باشیم. خب در همین منطقه در بکندا در نزدیکی پیرهاجاد، روستای پیرهاجاد، دوباره گورهایی پیدا شده که درشون مواد فرهنگی بلخی و مروی در کنار مواد با فرهنگ بومی پیدا شد. همینطور در بررسی‌هایی که در سرتخته در اطراف قائن انجام شده، ما مواد شاخص فرهنگ بلخی و مروی رو داریم که در این تصویر نمونه‌هاش گذاشته شده. ولی جنوبی ترین جایی که تا الان در استان خراسان ما تونستیم مواد فرهنگی این دوره رو شناسایی بکنیم در رزه هست. در رزه یک محوطه گورستانی هستش که در حدود 100 کیلومتری مرز افغانستان همکارانمون در خراسان جنوبی آقای سروش و یوسفی در اینجا کاوش کردن و نشون دهنده یک گورستان کاملا شاخص از فرهنگ بلخی و مروی است، بدون وجود هیچ گونه از مواد محلی. یعنی هر آنچه که در اونجا کاوش شده کاملا شاخص فرهنگ بلخی و مروی است. تصاویری که در ردیف پایین گذاشتم
نشون میده که در اینجا تمام مواد فرهنگی شاخص این دوره از جمله سفالین‌های تیپ و شاخص بلخی و مروی، این ستونچه‌های سنگی، سنگ وزنه‌ها و این پیکرک شیر یا ببر، یک گربسان هست در واقع که از جنس سنگ کلوریت هست، با سنگ‌های فیروزه و لاجورد ترسیه شده هم در همینجا پیدا شده. علاوه بر اینها انبوه دیگه هم از مواد شاخص فرهنگ بلخی و مروی در سایت‌هایی پیدا شده که نشون میده که منطقه خراسان چه مناطق مرتفع‌تر در کوهپایه‌های کوپداغ در دشت در واقع درگز یا مناطق جنوبی در دشت توس و دره اترک شرقی، چه مناطق جنوبی کوههای آلاداغ و بینالود از دشت جاجرم و اسفرین در غرب گرفته تا دشت نیشابور در شرق، و همینطور مناطق جنوبی تر، منطقه قهستان، مناطق وسیعی از خراسان هستند که بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی نشون داده که در اینجا مواد فرهنگی بلخی و مروی پیدا میشه. قطعاً اگه بررسی‌های بیشتری در اطراف بیرجند انجام بشه، مواد فرهنگی این دوره در سایت‌های بیشتری پیدا میشه. همینطور که عرض کردم، کاوش‌های ما در این منطقه و بررسی‌های ما در این منطقه هنوز پایان نیافته. ما بیشتر مناطق شمالی خراسان رو میشناسیم، در واقع استان کنونی خراسان شمالی رو بیشتر از همه جا میشناسیم، به دلیل اینکه بررسی سیستماتیک باستان شناسی در این منطقه انجام شده و تکمیل شده، ولی بخشای جنوبی خراسان هنوز در حال بررسی است. همکاران مختلف در اینجا کاوش‌های باستان شناسی دارن انجام میدن و بررسی باستان شناسی انجام میدن که روز به روز داره اطلاعات ما رو از حضور مواد فرهنگی نوع بلخی و مروی در این بخش ها بیشتر و بیشتر میکنه و در آینده قطعا تصویر روشنتری از این پراکندگی و الگوی اون در خراسان خواهیم داشت. اما بیشتر از اینها و مهمتر از اینها موادی است که در سالهای گذشته از منطقه سیستان پیدا شده و من خواهش میکنم همکارم آقای دکتر بیشونه از موادی که در سالهای گذشته بررسی شده بود، پیدا شده بود و مرور و بازبینی این مواد که در آرشیوهای مختلف نگه داشته میشه یا حاصل بررسی‌های اخیراً در این منطقه انجام شده و همکارمون در دانشگاه زاهدان و استان سیستان و بلوچستان انجام دادن، اطلاعاتی رو در اختیار بذارن. خیلی ممنونم. دعوت میکنم از آقای دکتر بیشونه که ادامه بدن. So I will talk about Sistan. And first I'm going to show you the general view of the area with the main geographical features. And so here it is, the Sistan Plain, watered by the Helmand River here, that forms the present day delta and the Hamone Helmand, the lake, the terminal lake of the river. There is a natural spillway of the Hamone Helmand that in case of overflow sends the water through the Schellerud dry river into the Gaudesire, which is in Afghan territory, as you see. And the other main feature of Sistan that is interesting for us is this so-called Rudi Biaban, that in Farsi means the dry river, which was exactly the third millennium delta. And I put here Shari Sohta as a reference, but as we'll see, Shari Sohta has no connection at all with the Bacteria-Margiana Archaeological Complex, or as we prefer to call it, Greater Khorasan Civilization. Here you see the area that was surveyed from 1969 to 1971 by Professor Dales, then of the University Museum of Archaeology and Anthropology of Philadelphia.
The survey went through a very difficult terrain, totally desert, with an enormous amount of sand, which made motor movement almost impossible. And in any case, Professor Dales found in this place called Dam, which is the shrine of a local holy man, Dales could find the shrine of Dam, a local shrine of a local holy man, where people brought as offerings some odd objects that now we know very well. And these are the objects: old acquaintances, contracted pillars. There were also handbags. You cannot see them here, but there were stone discs and so on. The typical stone luxury objects of Bacteria-Margiana Archaeological Complex. In these days, the only comparison with those objects was finds from Hisar 3C. And so they were published by Dales as such. He defined them Hisar 3C stone objects. In 71, the survey ended because of the difficult conditions of the land and because of the lack of significant sites. In mid 80s, 84 or 85, Professor Dales showed to the Charisochta team the photos and drawings of his finds. And we were lucky enough to identify what we then called Namazga 6 pottery. The untimely death of Professor Dales did not allow any publication. In recent days, I was given by the University Museum the permission to study the documentation and the notes collected by Dales. And I was lucky enough to find Bacteria-Margiana Greater Khorasan Civilization pottery. Here you have some examples from various sites. And here I collected some, again, typical examples from various sites of the Bacteria-Margiana pottery was found at least six sites out of at least nine identified by the survey. I say at least because the documentation is not complete. In the field notes, some sites were lumped together, and so were the finds. For instance, I found evidence of kiln sites, plural, and shellarud terraces, again, plural, but they were treated as one site. So the only thing we can say is that there is more, in this case, is there is more than one site. And this is the reason for, I say, at least six out of at least nine sites. Also, no map was found. So localization and exact number of sites cannot be determined. The only possible thing is to say that they were found in this area near the dry Shellarud riverbed and in the area called Garden Reg. Out of those six sites, three had Bacteria-Margiana pottery and Helmand civilization pottery, and three sites only Bacteria-Margiana pottery. So it rose the question, what happens in Iranian Sistan? No Bacteria-Margiana pottery was ever found in excavation and in older surveys. But thank God, the Zahedan University, about 10 years ago, undertook a general systematic survey which identified thousands of sites, literally thousands of sites, under the direction of Professor Mehra Farin and Musavi Haji. And I kindly was given a copy of the unpublished reports. A cursory examination of the reports revealed 17 sites. Here you see the dots
with Bacteria-Margiana Archaeological Complex pottery, plus other 29 which possibly had Bacteria-Margiana pottery. They are not shown here because they would generate too much background noise and would hide the pattern of the shore sites. Of the 17 sites, 11 have both Bacteria-Margiana pottery and Charisoxa third pottery. One has third, fourth, Charisoxa 3 and 4 pottery and Bacteria-Margiana. Two had period 4 and Bacteria-Margiana, and three only Bacteria-Margiana. So this raises another problem. As I said, no Bacteria-Margiana pottery was ever found in excavation in association with pottery of period Charisoxa 4. Charisoxa 4 is traditionally dated about 2200, 1700 BC. So it should overlap with Bacteria-Margiana. It is highly improbable that in plain like Sistan coexisted two totally separated civilizations without interactions. Most probably, what happens is that Charisoxa 4 should be considered earlier than the arrival of Bacteria-Margiana in Sistan. In fact, we have in Charisoxa 4, period 4, phase 1, which is the burnt building, ending with the burning of the building, which is dated about 2200 to 2000, based on C14 and paleomagnetic determinations. Then followed the gap, and then phase zero, which is a reoccupation of some rooms of the burnt building. And this reoccupation, based on one C14 date and one paleomagnetism date, has been attributed to the time span 1950, 1650, or something like that. I think now that the reoccupation was very short and followed immediately after the fire. And so we should compress period 4 between 2200 to 2000 BC, 2000 BC at latest. This would give about 200 years, 300 years to Bacteria-Margiana Archaeological Complex to reach Sistan and to establish there a complex of at least 24 sites between Iranian and Afghan Sistan and a certain number of graveyards. Another reason suggesting a shorter duration for period 4 is that the pottery of period 4 is just identical in phase 1 and phase 0. This would mean that this pottery continued without any change for something like 500 years, which is something really odd and never heard of anything like this. So we should say that Greater Khorasan civilization should have arrived immediately in Sistan, should have arrived immediately after the end of Charisoxa IV, after the end of the Helmand civilization. And in fact, the new dates proposed last week by Massimo Vidale would resolve this question. He suggested, in fact, that the end of Charisoxa IV should be quite earlier than we thought up to now, around 2350. And this would have left a reasonable amount of time for Bacteria-Margiana Archaeological Complex to arrive and to occupy its place in Sistan. The other side of Bacteria-Margiana Archaeological Complex in Sistan is Nadia Lee,
that this is well known. There's something like 25 years ago it was published, the new interpretation of the site of Nadiali, suggesting that the earliest settlement of the site goes back just to the Bacteria-Margiana Archaeological Complex because of some pottery found during the excavation of the later site. The Iron Age site of Nadiali is surrounded by a large complex of period Charisoxa II and III. And probably at this point, we should add also the Bacteria-Margiana Archaeological Complex. Anyway, going back to Iranian Sistan, if we compare the number of sites found by the general survey of the Zahedan University, we see that 55 sites are surely of period four, and they are spread all over the Rudi Biaban area, all over. And the Bacteria-Margiana sites are only 17, less than one third. And they are concentrated, as we see, in specific areas of the region and along specific branches of the Rudi Biaban. And Nadiali probably was not on the Helmand Delta. We should suppose otherwise, that while all the delta was here, a branch should have gone up until Nadiali to the present delta. But Nadiali most probably was on the inner delta of the Khashafrud River. You can see it here. And which is a rather big river with water enough. Discharge big enough to ensure the possibility of cultivation in a rather large area. But what we can see from the distribution of the site is that possibly the Bacteria-Margiana pottery, or Greater Khorasan, as we prefer to call them, could call it, arrived in Sistan when the effects of the aridization of the arid period beginning in mid-third millennium were already felt, with clearly a reduced amount of water from the Rudi Biaban that flew only in limited areas of the former delta. Possibly this distribution is also connected with the shifting of the Helmand Delta to the northeast, because on the second half of the second millennium, thanks to the survey carried out in the 70s, all along the Helmand River by this Smithsonian institution, we know that in second half of the second millennium, the delta had already moved in the Sarotar region, meaning here. So probably, as I said, the beginning of the second millennium was in Sistan, both period of drier condition and the period of the shifting of the delta. Anyway, the presence of Bacteria-Margiana pottery in Sistan is part of a larger phenomenon, and it gives another meaning to the well-known presence in Quetta and Mergar of the pottery of the same civilization here. So we have the core area here, the expansion area here, and the influence area all around. And the presence at Quetta, Mergar, Sibri, and so on, now it is to be reconsidered and seen in a new light based on the evidence gathered from Sistan.
And it is interesting to remark that the expansion of the Bacteria-Margiana Archaeological Complex followed in part the same routes of the Namazga third expansion that has been found exactly 1,000 years earlier in Sistan and in the Quetta Valley and in Mundigak, which also it is affected by the Bacteria-Margiana Archaeological Complex. The data from Mundigak have not been published by Casal in his report, but some years ago, an archaeologist from the Kabul Museum made a poster from a meeting in which were depicted some clearly BMAC pottery from Mundigak. So, as I was saying, it is evident that the area of the expansion area indicated by the white dots here, it is a line very close to the present day, day border between Iran and Afghanistan, which is surrounded by influence area. In fact, in the influence area, we found both complexes of Bacteria-Margiana objects and isolated objects. And the isolated objects, they get more and more the farther we go from this expansion area and from the core area, which is just something that should be expected. This is the evidence, in our opinion, of two different types of expansions. Because in the expansions area, the presence of settlements and graveyards, totally Bacteria-Margiana, suggests a significant presence of people with affinities to the core area that substituted the local previous culture. This cannot be due to trade because there are too many sites and too many people involved in this movement. So we should think of an actual influx of people from the north. In influence area, the presence of groups or isolated Bacteria-Margiana luxury objects indicates instead either trade connections and or limited presence of isolated individuals or small groups of individuals with affinities to the north. And those people possibly moved for trade or for specific knowledge and specific techniques and abilities that could have been employed fruitfully in other areas. Unfortunately, the lack of evidence does not allow a precise definition of all the sites. Basically, we cannot say anything about Nadiali, Mundigak, and Quetta, and Shamshirgar, you can see here, because the excavation either didn't give any precise results, or because, like in other case, like Sartakhte here, there was no excavation. And in this case, we cannot judge if local pottery and Bacteria-Margiana pottery were associated or not. Anyway, doubtless, Shortugai and the area of Mergar and Sibri were doubtless in influence area, because the excavation has shown local pottery in association with Bacteria-Margiana pottery. If we look at the map, we see that the core area matches almost exactly the greater Khorasan of Sasanian and early Islamic period. And just on this base, we chose the name of Greater Khorasan Civilization to define
this civilization we are studying, because we feel that the name of Oxus civilization refers to a very precise and a very small geographical location, while Greater Khorasan civilization is wider, more general, more comprehensive, and includes also the part of northeastern Iran that was one of the birthplaces of the Bacteria-Margiana civilization. And also, Bacteria-Margiana Archaeological Complex is, again, a generic name which does not take in consideration the whole geographical extent of the core area, and refers to a complex of objects, not to a civilization like we know it is the case now. So, as I said, we prefer to define this civilization as Greater Khorasan civilization. Furthermore, Greater Khorasan has had a peculiar archaeological identity for centuries, because after the expansion of after the presence of the Greater Khorasan civilization in the same area, and exactly in the same area, is present the Iron Age pottery of Yazdepe I, with its peculiar painted decoration, and then the unpainted pottery of period Yazdepe II. Again, all over the core area, but not beyond it. Then, also in Achaemenid period, the area we define Greater Khorasan, together with other parts of Iran, has a peculiar set of pottery, different from the one of the other parts of the Iranian plateau that has been studied and identified in the 70s, Jean-Pierre Gardin. And this specific identity continues down to the Sasanian period. Again, individual and different from other parts of the Iranian plateau. So we spoke earlier of a movement of people. This movement seems to have been totally peaceful because it took place in empty areas, at least that were empty at that moment, like Sistan, or with a mixture of pottery of local provenient origin and Greater Khorasan origin. And of course, this wouldn't have been possible if the connections between local people and Greater Khorasan people would have been conflictual. And furthermore, even in moments so much connected with ethnic and religious individuality as the burial ritual, we found at Bakanda, at Tepechalo, graves in which local pottery at Bakanda and Hisar 3C pottery at Chalo is mixed on equal basis, I would say, with Greater Khorasan pottery, indicating probably the existence of people with double cultural heritage that were clearly totally accepted in the community and were not put aside. And this is further evidenced by the great amount of local pottery and Greater Khorasan pottery found together in the Murghab area, at Murghab and Sibri and so on. The reasons of this expansion are not determined, and probably they will not even be determinable. Trade is not enough to explain actual significant movement of people.
it was clearly not a military expansion aimed at conquering new countries. The only thing we can say is that in eastern Iran, this expansion took place in areas that now, and most probably also in the second millennium, were drier than the surrounding areas. For instance, the presence of Greater Khorasan sites in the area around Jajarm railway station. It is in a very dry area that is cultivable now only with the use of kanat. And there is no reason to think that in late third, early second millennium, it was a significantly more humid area. And in Sistan, as we said, possibly the expansion is connected with the drying up of the area and with the shifting of the Helmand Delta. So I would say that apparently the movement of the Greater Khorasan civilization is connected with more arid conditions and more arid area. This can suggest either that Greater Khorasan civilization was more efficient at management and exploitation of water source, or that it had a lower need of water in its economy and society. Or the other possibility is a very strong population pressure in the core area that forced to move to drier areas anyway. Again, we can only say that expansion area and part of the influence area are associated with drier and pre-desertic conditions. The presence in such a wide area as we see here is a fact that we have still have to define. Sometimes the expansion was connected with expansion of a proto-Indo-Iranian population. It is an interesting hypothesis, but unfortunately, there is absolutely no evidence, neither for the hypothesis nor against it. So it is a hypothesis impossible to verify and impossible to falsify. So it is not acceptable according to the generally accepted Popper's methodology. So more or less, this is all I have to say. The only thing is that, like any other endeavor, it is not a matter of the research of one or two persons. Lots of people have been involved in that. And so we could have not done anything without the help and the assistance of our colleagues and friends in Iran, like Professor Basafa and Garajan, Mehra Farin and Mousavi Haji, and our colleagues on the local branches of the Iranian Center for Archaeological Research, like Mr. Abbasadeh, Abdullah Zadeh, Rajabi, Tograi, and Yusefi. Without their assistance and help, work in Iran would not have been possible. And we are also deeply indebted to Dr. Hodges, then director of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, and to Professor Holly Pittman, who very kindly allowed us to study the documentation of the Dale survey kept in the archives of the museum and helped in very possible way. And at this point, I have also to thank you for your attention and for your kindness, and especially special thanks to the organizers.